نشستیم چیزی نیست که یه روزه در یک جاده طولانی ما قدم میزنیم. در یک جاده طویل ما داریم قدم میزنیم. ولی کم بهش میرسیم. اجازه بدید که من چون من میشنوم در اتاق فرمان که میگن صدا خرابه، صدا قطع رس میشه، بذارید که بیام خطای شما رو ببینم، نظر شما هم صدا آخه نظرتون به سلام از قربان. شما آقا صدای ما خوبه؟ صدا تو خوبه، ولی شما دارید نظر کرده از سیست پیشویرات اینجوری در میاد. نه خوب بوده، صدا ما واقعا درسته؟ بله صدا تو میشتم خیلی راحت. آقای دلزان تصویر چطوره؟ نه نه ازمین، من میخوام کارشناسی شما بکنید. تصویر چطوره؟ تصویرتون قطع و وصل میشه ولی صدا تو خوبه. آها تصویر قطع و وصل میشه. خیلی خب بچه به تیوان زنگ بزنید. اوکی خیلی خب اردقه صدا باشه خوبه. اوکی حالا من یک مطلب داشتم میخواستم بهتون بگم جونم. آقای دلدار در تایید فرمای شما این کنفدراسیونی ها این دوستان در شهر شما مخصوصا این برنامه رو گذاشتن اون unitedforiran.org. بنده با یکی از آدمای مسئولین این کار صحبت کردم به نام آقای هادی واهمی. تعالی نگو اسمشو. متأسفانه خودش اسمش معرفی کرد. خیلی ایشون با روی صراحت و با کمال خشونت گفتش که در تظاهراتی که از حق پرچم آوردن نداره خانم شیرین عبادی، آقای عبدالکریم لاهیدی، خانم همون دوستان برگزار کننده این کار هستن و به عنوان داستان حقوق بشری رژیم میخوان حفظ بکنن پرچم نباشه، فقط اشکالشون با احمدی نژاد و با آقای خامنه ای هست. در هر صورت دوستان ما باید هوشیار باشن و بدونن کی این مراسم رو میذاره و کی سپانسر کرده. اگر که دوست دارم باز این آمریکت 30 سال 40 سال به این برحب بیفته زیر بار این کار برن که با نبودن پرچم با خفه شدن با ندادن شعار به این نظارات شرکت کنن. در این صورت من فکر کنم دوستانی که میخوان سخنگوی جوانان ایران باشن که زیر ظلم و ستم جمهوری اسلامی هستن باید از اونا پشتیبانی کنن، پرچمشون ببرن و در هر صورت با سماجت روی پوزیشن های خودشون بایستن. و این unitedforiran.org که در شهرهای مختلف این برنامه رو گذاشته در هر کجایی که هست این دوستان باید با پرچمشون شرکت کنن و یه مقداری اینا رو به حاشیه برونن. مرسی ازم قربونتون برم. حتی اسمی که بردم من نمیشناسم ایشون کی هستن. هادی قائمی من نمیشناسم کی، ولی که هر کسی که گفته شد نمیتونید یعنی چی؟ ولی که اجازه فرمایید که من دو تا اسم بودید، شیرین عبادی و آقای لایجی، بذارید که من سعی میکنم با آقای لایجی تماس بگیرم و ببینم واقعا نظر آقای لایجی هم این بوده و آقای عبدالکریم لایجی نظرش اینه، اون خیلی راحت میتونم درک به اصطلاح به دست بیارم. حالا من نمیدونم خانم شیرین عبادی الان کجاست، ولی خب آقای لایجی میدونم سلام عرض کردم. الو دیر باشید شما جناب. خوب هستم. صدا تصویر ما رو اول بگو چطوره؟ تصویر شما خیلی کم چون از طریق کامپیوتر دارم می‌بینم گاهی اوقات قطع میشه ولی از دوباره استارت میشه. خب حالا به پس اندازه کافی واضح هست که بفهم عرض کنم که اگر که آقای گنجی ایشون اومدن اگر که یک روز دو روز سه روز نشستن و اعتصاب قضا کردن به نتیجه نمیرسن و برمیگردن خونه. اعتصاب قضا اونی که مثل بابی ساندرز اگر یادتون باشه ایرلندی این وقتی که زنن سرم خواهد که قبول نکرد و مرد. اگر داد اگر اشتباه نکنم انگلیس یه چیز هستش کوچه هست اونجا اسم بابی ساندرز به اون کوچه رو بشته بودن مسقل مردمه. نه مسقل کار سمبولیکه عزیز من، سه
گرفتم، ولی اونو که باید نتیجه گرفت، ولی اینو نه، اینو فقط دارم مردم رو سرگرم کنم. و آقای گنجی، من اون روزم خدمتون میشم. جمهوری اسلامی رو قبول دارن، ایشون نه نگفتن به جمهوری اسلامی، ایشون درستی؟ ما هنوز باید زیر این شکنجه ها باشیم، زیر اعدام و سنگسار ها باشیم. میگه که در زن جناب آقای ستار عزیز جونه از کنم این وارد کشورهای مختلف شدیم، پرچم هویت ماست. ما هر تظاهراتی که میشیم میخواد کمونیست باشه، چپ باشه، به نظر من اون کمونیست زیر پرچم فرهنگی خورشید نشان دنیا اومده که هویت ایرانیشه. محمد رضا شاه پهلوی زیر پرچم فرهنگی خورشید نشان به دنیا اومده. جناب ستارخان عزیز ما زیر پرچم فرهنگی خورشید نشان دنیا اومده. پس پرچم شیعه خورشید متعلق به ملت ایران نه نه به شخص مربوط نیست. بعد پرچم ببرید دیگه، خواستید ببرید ببرید. ببرید من کسان من که فدایی هم من منظورم که به تمام مردم دارم میگم دوست دارید ببرید ببرید. نمیگم ببرید ها، اگر دوست دارید ببرید ببرید. من نمیخوام بارو مخالفت کنم، من میگم اگر دوست دارید کسی جلو تو نمیتونه بگیم. وقتی من تلفن میکنم با یک جای کار دارن میگن که میگه خانم پرچمیه. خانم هم معرفی میکنن میگه خانم پرچمیه رو نمیشنسی این پرچم رو کنم. ببین جنابی دل دارم جونم دیگه، بذاری وقتم به تو بقیه هم بدیم جونم. شرمنده شرمنده. ببینی نزید، من میگم برای ما پناهنده ها گفتیم با جمهوری اسلامی، با پرچم ننگین جمهوری اسلامی مخالفت داریم، پرچم مقابل و پرچم والا سرنگ شیر خوشید نشانه. اون که معتقد هست، اون که به امانی پناهنده اومده، پرچم سرنگ شیر خوشید نشانشو ببره. خود من رو تعریف کردن که من رو زنگ میزنن پلیس میاد من رو دستگیر میکنه. از این چه افتخاری بیدن که پلیس میاد توفان رو به خاطر شرفش، به خاطر هویتش دستگیر بکنن ببرن؟ بسید که قانون نیست که به خاطر نه ایش که به دستگیر نمیکنه بگیرن از این نه ایش که نمیتون. اگه دعوا کنید میگیرن به تو. جونم سلام از کرده. درود بر شما آقای دلدار. درود بر شما. زمان آگهی روی انتظاری. شرمنده. به خدا شرمنده. اولا پیروی سوالی که کردین هم تصدیل هم صدات اینجا فریز میشه برای چند ثانیه. این اشکال رو دارن که من نصف نیمه میشنبم. بعد از اینکه بچه های ما تو ایران از خط قرمز ها عبور کردن، اینا با تمام قوا سعی کردن اینا رو که خارج هستن پشت خط قرمز نگه جمهوری اسلامی. اینجا اگه میخواستی شما بگی برابر بر پرچم با مخالفت برای شما بلند میشه. الان من میبینم که در ایران با این مسئله که عنوان شده تحت رفراندوم دارن، حتی اونایی هم که در داخل هستن بر میگردن پشت خط قرمز، به این مفهوم که اگر قرار بشه به این ترتیبی که آقای خاتمی گفته رفراندومی بشه، ما یعنی میریم با پای خودمون میگیم به تمام دنیا ما کل جمهوری اسلامی را قبول داریم، تمام این مصیبت 31 سال سر حسن حسینه، یعنی دوم اولا نظر شما رو در این مورد میخواستم بدونم. خیلی جالب. سوال دوم هم اینی که میخوام به شما عزیزم رو ببرم یه پله بالاتر، ببرم تون در سطح خاورمیانه یا بعد بعد جهانی. میخوام بپرسم چه مسئله ای داره تحت شعاع داره در این مدت داره جریان داره چه چیزیه که داره این هیاهو احتیاج داره که در لبای اون بره؟ و یک اشاره کوچیکم خدمتتون میکنم، مگر قرار نه نیست که 25 تو
ممنون میشم و ازتون سپاسگزارم. قربون تو برم. مرسی. سری خدمتتون عرض بکنم. اصلا نگران نباشید. بذارید که